حراج از نو بارسا این 12 بازیکن فروشی هستند. گزارش از مارکا. دوازده بازیکن فعلی بارسا در فهرست فروش قرار دارند و تیم مدیریتی ورزشی یا بیاناری در تلاش برای خلاصی از دست آنها هست. بارسلونا تابستان شلوغ را از حیث فروش یا معاوضه بازیکن را پیشرو خواهد داشت. در فصلی که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفت، بارسلونا نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود در مورد درآمدزایی دست پیدا کند و نزدیک به 200 میلیون یورو ضرر را متحمل شد. اتفاقی که باعث خواهد شد تا پروژه های این باشگاه در مورد جذب بازیکن بزرگ با خطر مواجه شود و برای این مهم حالا نیاز به فروش بازیکن بیشتری هست. بارسا قصد دارد هر دور شده لاوتارو مارتینز را از اینتر جذب کند، اما این انتقال بیش از 100 میلیون یورو هزینه در پی خواهد داشت. بند فصل 111 میلیون یورو لاوتارو چند پیش منقضی شد، ولی اینتر در صورت واگذاری لاوتارو قطعا رقم مشابه را طلب خواهد کرد. تیم مدیریتی بارسلونا این روزها در حال بررسی گزینه های فروش خود هست و میتوان گفت که برچسب فروش روی 12 بازیکن تیم قرار داده شده است. نتو، نیلسون، سمدو، ساموئل امتیتی، جونیور فرپای، وان راکتیچ، آرتور ویدال، آسمان دمبله، مارتین برایتویت در کنار بازیکنانی که قرضی در تیم دیگر توپ میزنند ولی با بارسا بازخوان گشت مثل کارلس آلینا، رافینیا، ژان کلر تودیبو و فیلیپ کوتینیو بازیکنانی هستند که اگر پیشنهاد خوب برایشان برسد باشگاه با فروش آنها موافقت خواهد کرد. فروش این بازیکنان هم باعث جبران ضرر اقتصادی ناشی از کرونا خواهد شد و هم بودجه لازم برای جذب یکی دو بازیکن گران قیمت را نیز تأمین خواهد کرد. با این حال دشوار بتوان تصور کرد که بارسا بتواند در فروش 12 بازیکن موفق شود و این یک اتفاق غیر ممکن خواهد بود. دیگر گزینه روی میز معوضه بازیکن هست. بارسا در مورد میرالم پیانیچ همین سیستم را پیاده کرد و با واگذاری آرتور میلو با یوونتوس توان ستاره بوسنیایی را جذب کند. برای جذب لاوتارو و دیگر گزینه های خرید نیز بحث معوضه بازیکن به صورت جدی مطرح هست، اما این کار مشکلاتی دارد، از جمله اینکه باشگاه مقابل باید با بازیکنان پیشنهاد شده از سوی بارسا موافق باشد. از بین 12 بازیکن فوق، فروش کوتینیو و دمبله به دلیل قیمت بالایشان دشوارتر از همه خواهد بود، ولی گزینه جدای فروش یا معاوضه نیلسون سمدو، راکتیچ، ویدال و تودیبو ساده تر به نظر می رسد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.